thank you سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز ادوین کشی شابنوس هستم امروز جلسه 19 هم از سری درس های سری در تاریخ مسیحیت امیدوارم که از این برنامه ها لذت برده باشید دکتر ساسان توسلی هم امروز با ما هستند ما که هر جلسه با شما هستیم, هستیم. <applause> و توی قرن سوم هستیم و داریم ادامه میدیم, ادامه میدیم. <applause> امروز امروز فرصت است مطالب مختلف رو با هم دیگه نگاه <applause> کنیم میخوایم مباحث و بدعت ها و دیدگاه های مختلف و اتفاقاتی که توی این قرن سوم اتفاق میفته چون خیلی قرن مهمی هست توی تاریخ مسیحیت میخوام در مورد ایران اولش بله. قرن مهمی تو تاریخ مسیحیت از نظر به خصوص از نظر رشد کلیسا حالا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی متفکرین و بحثای داغ تو این قرن اتفاق نیفتاده ولی ب... از نظر از نظر رشد کلیسا رشد خیلی سریع داشته. سریع داشته من دوباره میخوام اشاره بکنم به یه کتابی قبل که وارد صحبت ایران بشیم خیلی کوتاه دوباره این کتاب The Rise of Christianity رادنی ستارک که بهش بارها اشاره کردیم اینطوری این جامعه شناس تخمین میزنه بر طبق یه سری شواهد که در سال صد میلادی حدود 7500 مسیحی در امپراتور روم اگر بگیم امپراتور روم 60 میلیون جمعیت داشته تخمین زده میشه صفر ممیز صفر یک دو درصد امپراتور مسیحی بوده یعنی یک صدم یک درصد جامعه مسیحی بوده در سال 100 میلادی در سال دیویست میلادی بعد از یه قرن 217 هزار مسیحی تخمین زده میشه حدود صفر ممیز 36 یعنی سه دهم درصد مسیحی بوده سه دهم یعنی سه سه ده همه درصد و در سال 250 تقریبا دو درصد جمعیت امپراتوری مسیحیه ولی در سال 300 میلادی آخر قرن سوم حدود 6 میلیون 300 هزار مسیحی یعنی ده درصد یعنی از, از سال 200 میلادی سه دهم یه درصد تا آخر این قرن ده درصد امپراتوری مسیحی شده پس میبینیم که رشد همچین داشته آره داشته حالا من دوباره میخوام به کتاب دوست عزیزم برادرمون آرمان رشدی اشاره بکنم سرگذشت مسیحیت در ایران زمین که از این کتابای مسیحیت ایران من حالا خیلی اوردم هنوز دوباره نشون میدیم صحبت میکنیم ولی این چون کتاب ساده با زبون ساده فارسی بنده هم جور در میاد و خیلی من این کتاب رو تشویق میکنم عزیزان داشته باشن صحبت فصل صده های سوم و چهارم رو برادر آرمان میکنه تو فصل دوی این کتاب آغاز حکومت ساسانیان هست بنده برادر ادین خودم زیاد محقق در تاریخ ایران نیستم ببخشید حالا شما هم فکر نکنم خیلی باشید نه. ولی <تصفح> <تصفح> ولی امپراتور اشکانیان بود در زمان همین عیسی مسیح و دو قرن اول <تصفح> و بعد وارد امپراتور ساسانیان <تصفح> میشیم حالا خود بندم ساسان هستم باید یه چیز از امپراتوری ساسانیان <تصفح> <تصفح> بدونم ولی آغاز حکومت ساسانیان و بعد اینجا بعد آرمان به این اشاره میکنه اولا میگه که اطلاعات ما از مسیحیت در عهد ساسانیان خوشبختانه بیشتر و معتبرتر از دوره اشکانیان است و حالا در درس های بعدی هم برمیگردیم به این موضوع اه. ولی یکی از اتفاقاتی که در قرن سوم میفته که به رشد مسیحیت تو ایران کمک میکنه گفتیم مسیحیت ایران در بیشتر تمرکزش رو بین النهرین هست که امروزه خیلی از اون قسمت ها توی عراق و ترکیه هستن ولی مال سرزمین ایران بوده ولی گفتیم مسیحیت در جاهای مختلف ایران هم بوده نه فقط غرب ایران ولی برادر آرمان اشاره میکنه که یه اتفاقی که میفته تو قرن سوم زمان شاپور اول 241 تا 272 سلطنت شاپور اول جانشین اردشیر بابکان جنگ های طولانی با امپراتوری روم کرد ایران و روم که ماشاءالله قرنها با هم در جنگ بودند، او در سال 260 بر رومی ها پیروز شد حتی امپراتور روم رو اوورد به عنوان اسیر ایران شاپور اول ولی همراه با امپراتور بسیاری از سربازان اسیر و مردم شهرهای بین النهرین رومی را به رسم آن زمان به سرزمین فاتح کوچانید و خیلی از این افراد اسرای جنگی مسیحی بودند که پس پادشاه ایران مسیحی ها رو به عنوان اسرای جنگی وارد ایران میکنه تو قرن سوم و اونها رو به جای جنوب ایران میبره تا یه شهری رو بنا کنن به نام شهر گندی شاپور آه. که بعد به فارسی جندی شاپور هم میگیم جندی شاپور امروزی نوشته در نزدیکی دسفول و شوشتر میباشد پس بنده خودم تا حالا نه دسفول رفتم نه شوشتر ولی در جنوب ایران گندی شاپور و این شهر حالا بعدا هم دوباره اشاره میکنیم مرکز تبابت و پزشکی و تحصیلات میشه در قرون بعدی مسیحی توش خیلی نفوذ پیدا میکنن و حتی وقتی هم که اسلام وارد ایران میشه دوباره این شهر یه شهر خیلی کلیدی است در تاریخ ایران که پس بنا کننده گندی شاپور مسیحی های اسیر بودن که بخشی از اونها مسیحی بودن بله 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 نه گال هم هم مسیح باشن ولی اسرای جنگی یه دشو مسیحی بودن و خیلی نکته واسه من نکته جالبی بود و بعد بر در آرمان اشاره میکنه که حتی اسخف روایت هست که اسخف انتاکیه نیست بین این اسرا بوده و وارد ایران میشه از قرائن و شواهد چنین برمی آید که تعداد زیادی از این اسرای مسیحی در سایر نقاط خوزستان نیز پراکنده بودند اشاره میکنه به تبری مورخ مشهور اسلامی که میگه که که شهر شادروان شوشتر را نیز این اسیران بنا کرده اند و به این اسیرا به نقاط مرکزی ایران فارس هم منتقل شده اند. پس در این صورت آن عده از اسرهای تبعیدی در این مناطق جدید دست به تاسیس کلیساهایی برای خود زدند این امر خود میتواند بیانگر این باشد که احتمالا عده ای از زرتشتیان نیز در اثر تماس با این مسیحیان به مسیحیت گرویده باشد اینو من فقط خواستم اشانتیونی نقل قول بکنم داریم من میخوام تو هر قرنی که داریم میریم جلو تو صحبت درباره ایران داشته باشیم که در ایران داره چی میگذره حالا اتفاقات خیلی بزرگی در قرنهای بعد تو ایران میفته ولی خواستم که عزیزان این رو بدونن هم. به عنوان آگاهی و واسه خود من خیلی تشویق کننده است که مسیحیت ایران اصالت خیلی قدیمی داره و میتونیم بهش افتخار بکنیم حالا پس یه سری از مسیحیا مال سرزمین ایران بین النهرای بودن به زبان سوریانی صحبت میکردن یه سری مسیحیا وارد ایران شدن به عنوان اسرای جنگی و حالا بذار اینم بگم ارمنستان اون موقع مال ایران بود ارمنستان هم تو قرن سوم رشد مسیحیت در اون خیلی پیش میره درسته که دو اول قرن چهارم پادشاه مسیحی میشه ارمنستان به قول معروف یه کشور مسیحی میشه ولی مسیحیت قبلش رشد میکنه که بعد پادشاه بیاد مسیحی بشه بس. پس قرن سوم مسیحیت توی ارمنستان که اون موقع در ایران بوده رشد زیادی داشت پس اینا همه اتفاقاتیه که میبینیم توی ایران خود ما خدا داره از چه اتفاقاتی استفاده میکنه برای رشد کلیسا خب یه بخش مهمش که توی قرن سوم نگاه کردیم رشد و انتشار مسیحیت هست توی اه... توی ایران و امپراتوری روم و همینطور قسمت های مختلف یه بخش دیگه که امروز میخوایم فرصت بذاریم و باهاش در مورد صحبت میکنیم باز یک مبحث الهیاتیه که باز بدون ارتباط نیست به صحبت که امروز هم توی کلیسا میشه و البته صحبت ها متفاوت اون چیزی که تو امروز مطرح میشه اون چیزی که میخوایم نگاه کنیم الان مسئله وحدانیت خدا هستش و مسئله تسلیس باز یک مسئله خیلی بغرنجی بود برای خیلی از افراد که بتونن ارتباط این اغنوم رو این اشخاص و این ابعاد رو به هم متصل بکنن اصلا شخص مسی صحبتش یا مفهومش و درکش و توضیحش برای خیلی از الهیاتان ها مسئله خیلی اساسی بود و خیلیا سعی کردن که این رو توضیح بدن حالا باز دلیل توضیح اونها بر به خاطر پاسخ به دنیای بیرون بود برای فهم بهتر خودشون بود به یکی از افرادی که توی اینجا سعی میکنه که مسئله شخص مسیر رو و ارتباط اون رو در تسلیس روی مقدار بازگو بکنه شخصی هست به اسم ساموساتا <مت> و پال پال اف ساموساتا پال ساموساتا آها این ساموس آه. آه. مقدار میشد میخوایم بیشتر در مورد اون صحبت بکنیم که یک دیدگاه رو به اسم دیدگاه اداپشنیسم معرفی میکنه که حالا این دیدگاه رو این مقدار میشه باز کنید و در مورد صحبت بکنیم که <مت> اداپشنیسم به فارسی شما کلمات قلم به سلم به انگلیسی نندازین <مت> ما ما, ما <مت> <مت> یکی از ضعفایی که توی الهیات مسیحی به نظرم داریم بعد اساس کلمات خوب و به جای مسیحی هستش که برای این مسئله استفاده بکنیم که خدا رو شکر برای برادرانی مثل مرداد فاتحی این کلمات رو کم آمید. کم دارن وارد جامعه آمید. ایرانی میکنن ولی به حال فکر میکنم باید یک توضیح برای این واژه داد که مفهوم هم برای ما بیشتر باز بشه که این, این چه چه دیدگاهی بود و چه، چطور میخواست شخص مسیر و تاسیس رو توضیح بده خب همین که گفتی که بالاخره هنوز الهیات مسیحی در حال رشد در حال تقلا کردن که با فهم و درک انسانی بتونه ارتباط خدا با مخلوقاتش ارتباط خدا با مسیح رو بخواد توضیح بده توصیف کنه حد و مرزهاش رو مشخص کنه مسیح یک شخص که واقعا انقلاب انقلابی را میندازه در تفکر بشری چه در زمانی که خودش روی زمین بود چه در زمان بعد از صعودش دائم خود مسیح به شاگرداش میگه مردم میگن من کیم این مهمترین سواله من کیم و در تقلص کلیسا برای درک برای جواب به این سوال پس ما یه اشاره کرده بودیم وقتی صحبت ترتولیان رو مطرح کردیم که یکی از بدعتهایی هایی که کلیسا باش مواجه شد درباره تسلیس این بودش که خب گفتیم بارها بارها که خیلی از مخالفین مسیحیت چه فیلسوف های تفکرات فیلسوفانه که در امپراتوری روم بود که عقیده داشت که یک خدا هست هم که یهودیا که آقا شما مسیحی ها هم ادعا دارید یک خدا هست هم ادعا دارید که مسیح هم پسر خداست خدای جس پوشیده است مسیح هم میپرستید تو کلیسا هاتون این که شد دو تا خدا چطوری شما میگی یه خدا ولی دارید دوتا رو میپرستید خب کلیسا باید جواب پیدا میکرد و گفتیم افراد مختلف چه جواب هایی دادن؟ یه جوابی که یه نفر خواست بده که یک دیدگاهی بگه میگیم مدالیزه میبود که آقا یه خدا هست با. اون خدا بعضی وقتا پدره، بعضی وقتا پسره، بعضی وقتا روح القدسه این خب خیلی راحت میکنه با. موضوع تسلیس رو که بله خب مسیح هم گفت در نام پدر پسر رول خداست تمدید بدید پس یه خداست آقا ما سه خدا نداریم دو خدا نداریم یه خداست قیافه های مختلفی واسه خودش در زمان های مختلفی گرفته اسامی مختلفی برای خودش گرفته که کلیسا باش رو بروش البته یه جوازی پرانتز باز کنم واسه بکنم به امروز چیزی که امروز گای اوقات معلمی در مورد تسلیس درس میدن خب کلیسای ایران معتقد به تسلیس مودلیزم رو اصلا ما باور نداریم یک دیدگاه اشتباه بدعتی هستش که ما اون رو ردش کردیم و ایستادیم سر این راستی ولی باز ناخودآگاه به خاطر مثال هایی که حالا من میذارم به حساب اطلاعات کم مطالعه کم تر آشنا نبودن با اصلا طبیعت چنین بدعت های. خب مثال هایی هم کلیسا سعی میکنه استفاده بکنه برای توضیح به مسلمان ها. برای توضیح به دنیایی که هنوز مسیحیت رو نشراخته حتی برای خود کلیسا من دیدم بارها از مثال های مختلف من دارم این مثال ها رو میذارم چون فرصت خیلی خوبی اینجا اینا مطرح بشه ما مثال یک شخص رو داریم که در خانه پدر هستش برای بچه هاش پدره برای خانوم شوهر بیرون یک مدیره برای من یک سعی می کنیم همون مسئله تسلیس رو ولی بله. متصمیم توی قالب مدلیزم بله. مطرح بکنیم در پس زمینه و تفکر بلد. خودمون تسلیس هست اشخاص متمایزن ولی این مثال ها همیشه این حقیقت رو کم رنگ میکنه بله این مثال ها واقعا این مثالی که من هم پدر فلانی هم هم بچه فلانی هم هم نمیدونم شوهر فلانی هم. من یه نفرم ولی سه نفرم این کاملا یک تعلیم مودالیزم هست که کلیسا اینا رد میکنه بس. خدای ما همچین خدایی نیست که یه، یک خدا ولی فقط سه اسم داره سه رابطه داره سه شکل داره در زمانهای متفاوت ولی حالا اینا چرا گفتم تکرار از درس های قبلی چون در مقابله با مودالیزم یه نهضت فکری دیگه اومد که یه طور دیگه این موضوع رو مطرح کنه که به اون حالا به انگلیسی میگیم adoptionism حالا یعنی چی؟ آقا یه خدا هست یه خدا هست بس ولی عیسای ناصری حالا اونم افراد مختلف حرفای مختلف میزنن یا در زمان تعمیدش یا در زمان رستاخیزش حالا حتما میگم بعضی در زمان تولدش حالا ما به اون کار نداریم عیسای ناصری روح خدا میاد و اون رو به عنوان فرزند خدا اون موقع اون موقع مسیح فرزند خدا میشه یعنی یه حالتی که مسیح کاملا یه انسانه در یک مقطع زمانی روح خدا میاد روی این مسیح با، با. توی تعمیدش هم که داریم این اه. پسر خوبه پسر نیکو منه با. پس اون موقع مسیح میشه پسر خدا با. ما گفتیم یه کسی مثل ترتولیان یا جاستین یا هم پدران اوریجن که نه کلام خدا لوگوسش میاد جسم میپوشه ولی این گروه پال آف سموسوتا اینکه نه ایسای مسیحی انسان بود زایده شد متولد شد بله با از مریم باکره ولی انسان بود ولی در یه مقطع زمانی لوگوس میاد روش میشینه روح خدا میاد روش میشینه و اون میشه پسر خدا فرزند خدا و پس ما اون رو میتونیم بپرستیم چون الان شده پسر خدا پس این به این میگیم حالا ادابشنیزه منی همون فرزند خوندگی, فرزند خوندگی, دیگه. خوندگی آره. پس بوشتا. مسیح فرزند خانده پدره و از اون لحاظ ما میتونیم مسیح رو پرستش بکنیم و این هم شد یک جواب دیگه به این سوال که شما مسیحا چطوری میگید یه خدا ولی مسیح رو میپرستید این صحبت هم باز حالا بهش می خواهیم شورای نیقی خیلی ارتباط مستقیم مسائلی که آریوس مطرح میکنه و بقیه که اونجا توی شورای نیقی مطرح میشه می قسمت بعدی رو بریم نه، یعنی مولی... آیه داری خواستی... نه ای دارید تو خاصی من دنبال آیه میگاشم متأسفانه پیدا نکردم در مورد رستاخیز مسیح و اینکه مسیح به عنوان پسر خان پسر خدا خوانده میشه که اون نکته زیبایی هم اشاره اشاره آره کرد خب این که توی یه چیزه اون مسئله رستاخیز توی رومیان فصل یک هست با. اگر می نگاه بکنیم خیلی سریع چه رومیان فصل یک آیه چهار هست به نظرم و بله. به حسب روح قدوسیت که سر خدا به قوت معروف کردید از قیامت مردگان یعنی خداوند موعظه آره. این پس بید. یا این هست یا مس... توی اعمال رسولان هم وقتی پتروس داره موعظه میکنه و حالا مسیح شد خداوند درسته. و مسیح پس در یه مقطع زمانی مسیح به اون مقام میرسه آره. این آیاتی بود که اینا استناد میکردن بهش آره. پس داره. حالا چرا داریم اینو میگیم حالا میگیم که خب چرا داریم اینو تو قرن سوم مطرح میکنیم این شخص و تعالیمش تو قرن سوم مطرح شد و یکی از شوراهای محلی یکی از شوراهای محلی که از یکی از قدیمیترین شوراهای محلی هست در قرن سوم سال 264 264 در شهر انتاکیه یه سری از متفکرین اسقف پدران کلیسا جمع میشن و در سال 264 میلادی این تعلیم رو محکوم میکنن برد. این پس اینو ما توی لیستمون من به عنوان یکی از هایلایت های قرن سوم داشتم برد. که تعالیم پال اف ساموسوتا تعالیمی که مسیح عیسی ناصری مسیح شد پسر خدا شد در این مقطع زمانی این تعلیم رو کلیسا تو قرن سوم محکوم میکنه این محکومیت هم خیلی جدی بوده چون به حال بعدها خیلی نسبت به این اکسل منفی نشون میدن چون آریوس رو هم بله. در واقع دارن متهم میکنن که داری دوباره نیست رو این فرزند بله. رو این تعلیم رو ای بار دیگه داری زنده میکنی بله. یا میکنی بله حالا بذار من اینجا یه پرانتزی باز بکنم ما در تاریخ الهیات مسیحی وقتی صحبت شوراها رو میکنیم یه مقدار اینجا شاید مردم عزیزان باید یه سری تعریفا رو بکنیم اولین شورایی که کلیسا چه ارتدوکس چه پروتستان چه کاتولیک میگه شورای جهانی اولین شورای جهانی در تاریخ مسیحیت شورای نیقیه هست با. 325 میلادی که بهش خواهیم رسید شورای بسیار بسیار مهمی حالا این شورایی که داریم میگیم تو انتاکیه هست مثلا دیر یا شوراهایی که توی آفریقا چه قبل چه بعد از نیقیه اتفاق میفته اینا شوراهای محلی هستش تو ایران هم ما خواهیم دید شوراهای محلی کلیسای ایران برای خودش خواهد گذاشت پس این شوراهای محلی خب خیلی درجهش و اهمیتش و نفوذش و الهیات مسیحی پایینتره تا شوراهای جهانی و شوراهای جهانی واسهش برنامه خواهیم داشت اولیش نیقیه هستش بعد قسطنطنیه هست بعد افسس هست بعد کلسدان هست و همینطوری جلو میره ولی اینا شوراهای محلیه ولی این شورای محلیه که این ادابشنیزم توش محکوم میشه بالاخره نکته مهمیه و این ادامه نفوذش این شورای محلی ادامه پیدا میکنه مسته. تو صحبت هایی که بعدا با آریوس و دیگران صحبت فقط در سطح محلی باقی نمیمونه بلکه اینا بله بله چون الهیات اساس الهیات مسئله خیلی بله. مهمی هست حالا چند, تا نکته دیگه من میخوام برای این برنامه من یه یه چارتی دارم که هیچ وقت نشون ندادم تو این برنامه ها این من دارم اینجا کتاب های مختلفی رو معرفی میکنم به عنوان ابزار ابزار برای کسانی که میخوان تعلیم بدن میخوان تحقیق بکنن بعضی از کتاب ها خیلی اکادمیکه بعضی خیلی معمولی تره, تره. یه چارتی مختلف. که من خودم اینو دیدم و خیلی ازش لذت بردم Christian History Timeline تاریخ مسیحیت و تو هر قرن هایلایت های هر قرن رو مطرح میکنه قرن اول دوم سوم چهارم و میره تا قرن بیستم یعنی میخوام بگم که اتفاقات اشخاص و خیلی خیلی چارت عالی هست برای کسانی که میخوان توی چند صفحه نه توی صد تا برنامه بنده و ادوین خان تاریخ, تاریخ مسیحیت رو یه چیزی بخواه. دستشون بیاد و به عنوان مثال چیزی که من خودم نمیدونستم و خودم هم تا حالا اشتباه اینو گفته بودم من همیشه میگفتم که تا قبل از اینکه کنستانتین مسیحی بشه هیچ وقت ما ساختمون کلیسا نداشتیم فکر میکردم همیشه کلیسا تو خونه ها بوده بنده اشتباه کردم تو اون جاهایی که همچنین حرفی زدم اولین باری که بر طبق این چارت اولین باری که یک کلیسای بسیلیکا کلیسای ساختمون بزرگ اولین باری که یک کلیسا با ساختمون بزرگ ساخته میشه سال 261 هست یعنی تو همین قرن سوم پس حتی قبل از اینکه کنستانتین درست وسط جفا هم هست وسط جفا هم هست حالا البته بعد نمیدونم توی آره نمیدونم توی آره نمیدونم تو کدوم شهر و کدوم محل بنده اینو خبر ندارم این چارت هم نمیگه ولی خب بعضی جاها جفا هست بعضی جاها شاید نسبتا آزادی بیشتره با. ولی پس اولین باری که یک کلیسای بزرگ ساختمون بزرگ که بسیلیکا بهش میگیم ساخته شده اونم تو قرن سوم سال 261 که برای من این نکته خیلی جالبی بود آره حالا یه هایلایت دیگه توی قرن سوم داریم میخوای درباره صحبت کنی در مورد آنتونی بله یه نفر تو اینم نکته جالبی که کی به دنیا اومد آنتونی توی سال حدود 250 بر از میلاد توی قرن سوم وسط قرن سوم به دنیا اومده خودش توی مصر به دنیا اومده این شخص خانوادهش پول و زیادی داشتن از خانواده مرفعی کتابش بودن کتابش هم معرفی کن هم کتاب خوبی این کتاب من آه صد آه حادثه و شخصیت مسیح در تاریخ مسیحیت یا صد اتفاق مهم در تاریخ مسیحیت هست نویسنده کنت کرتیس، ستیفن لانگ و راندی حالا نمیخواد هر نویسنده شما بگی ولی اینم از اون کتابایی که برای آدمی که میخواد خیلی ساده یه سری از اتفاقات فار... و اشخاص مهم رو آشنا بشه این بذار دورد من دوباره تو دوربین توی The Hundred most important events in Christian history. اینم کتابیه که من خیلی خطاب خوب و ساده ای برای اشخاص آشنا میشم. ببخشید حرفتو رو قطع کردم. انتونی. آنتونی. آنتونی آنتونی به نظر میاد یک شخصی بوده که از لحاظ خانوادگی وضعیت خیلی مرفعی داشتم و خودش آغاز کننده نهزت راهبان هست یا اون سومه کسانی که تاریک دنیا میشن و فرصت رو بیشتر برای تسکیه نفس و این برنامه ها قرار میدن مثل که توی سن بوده سالگی پدر مادرش که فوت میکنن میکنن کم کم این هم نمیدونم تحت تاثیر کسی قرار میگیره تمام مال املاکش رو به فقرا میده تحت می تاثیر خود صحبت عیسی مسیح یکی از آیات آره که وقتی که آیه ای که مسیح به اون شخص پولدار میگه من چیکار بکنم میگه اگر میخوای کامل مانو. باشی همه زندگی تو بفروش به دنبال من بر طبق این آیه انتونی هم میره تمام زندگیشو میفروشه میره و مان. به صحرا و راهب میشه مان. در مصر حالا چرا ما تاریخی که حالا تاریخی که من اینجا دارم برای اینکه انتونی به صحرا میره 270 میلادی هست همون اواخر یا قسمت سوم قرن سوم هستیم خب یکی میگه خب انتونی به صحرا رف رف راهب شد به قول تو ترک دنیا کرد این حالا چرا اهمیت داره چون البته اینم من بگم اینم من بگم قبل از انتونی حتی یک قرن قبل در ایران ما هم اه، تاتیان اه در ایران ما هم حالا بعدا بهش میرسیم موضوع راهب ها که بعد اصطلاح ایرانی ها کلیسا ایران بهشون میگن پسران و دختران عهد اینم هم تو کتاب برادر آرمان رشدی هستش این مسئله تو ایران حتی قبل از انتونی اتفاق افتاده بس بس ولی حالا به انتونی میام چرا این مسئله مهمه چون بعد از انتونی یک کس دیگه که تو قرن سوم به دنیا میاد اثنیشس هست آخر قرن سوم بس به دنیا میاد آره ولی بعد اثنیشس یکی از اولین کسانی در تاریخ که یکی از کسانی که بیوگرافی انتونی رو مینویسه یه بیوگرافی مسیحی مینویسه و بعد اثنیشس هست که این بیوگرافی رو تو یکی از تبعیداش میبره به اروپا آه. و اثنیشس انتونی رو به اروپا معرفی میکنه زندگیش و قدوسیتش و این روش زندگیش رو و البته نه فقط انتونی انتونی خب پیروانی پیدا میکنه و تمام این نهزت راهب ها نهزت مونستیزم مونستیک دنیا بودن رو آره این کلمه جالبی نیست تاریک ترک دنیا ولی حالا نهزت راهب ها و این حرفا که ایرانی هم باش خیلی آشنایی با. دارن تو فیلم ها و این حرفا همه این اتفاقاتی که تو اروپا میفته ریشش به انتونی برحبه. برمیگرده برحبه. و به مس برمیگرده خب هم خودش تحت تاثیر این مسئله بوده توی جوانی های خودش پیش خیلی از راهبا مدت ها اونجا میمونه و توی بعضی از این مشکلات جفاهایی که پیدا میشه برمیگرده پیش اونا بنابراین روی اون هم تاثیر آره حالا بذار من بگم چه راهبای کلیسای ایران پسران و دختران عهد چه راهب هایی که دادن در اروپا میرن از طریق نفوذ زندگی نامه انتونی این رو من میخوام خیلی این رو محکم بگم چون این کلمه ترک دنیا کردن تصویر اشتباهی به وجود میاره برای ما مح... بزرگترین قدرت میسیون و بشارت کلیسا در تاریخ همین راه با بودن بزرگترین نهزت این که پیغام انجیل توی دنیا توسعه پیدا کنه همین راهبا بودن یعنی این راهبا نیست که برن تو خونه بشینن صبح تا شب دعا کنن کتاب مقدس بنویسن من روزه بگیرن نه 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 این کارا رو میکنن ولی باعث میشن که این آزادی رو دارن که مسافرت کنن به جاهای سخت برن چه تو سرماهای اروپا چه توی جاهای خطرناک آسیای آسیای مرکزی پس راهبا هستند که انجیل رو به دنیا پخش میکنن چه بعدا در آمریکای لاتین پس حالا میگم ما پروتستانا مشکل داریم با این مسائل اون با. اون یه داستان دیگه است ولی از همین راهبا هستن که اروپا مسیحی میشه بشارت میگیره همین راهبا هستن که ایران بعدا به چین میبره پیغام انجیل رو پس این ترک دنیایی نیست که بی خیال دنیا درست. من برم به خودم برسم نه زندگی برای بیشتر تسکین اینا هدف و... اینه که بله دنیا, دنیا فاسده دنیا با. فاسده ولی من باید خودم رو قوی بکنم بند. که وسیله باشم برای نجات این دنیا پس <applause> میخوام بگم که من میخوام این کردیت رو بدیم بند. به این اشخاص و این خود, خود هم که بعدا تو این جفه ها تو این موقعیت جفه ها بوده که این تبه شهادت به قول معروف درش, درش درش گل میکنم میخواد بره که برای مسیح شهید بشه بعد که تبعید میشه و قسمتی از چون بعضی از مسیحیانی رو که میگرفتن و به مدن ها میفرستن برای کار خو... کار خیلی سنگینی بود و ایمنی وجود که بله. اونها رو خدمت کردن و اونجاست که میگه ارزش زنده بودن در مسیح و خدمت به مسیح در بین افراد دیگه پیدا میکنه بله. برای این هم خودش هم تو این قسمت ها آره یعنی مسیحیت قسمت زیادی از مسیحیت خودش رو مدیونه تاریخ مسیحیت مدیون همین راهب ها سومه ها میدونه آه. چه از نظر الهیاتی چه از نظر بشارت انجیل چه از نظر حفظ کتاب مقدس بله. اینا بودن که کتاب مقدس ها رو کپی میکردن نسب به نصر اومدیم آه. جلو آه. پس میخوام بگم که اینطوری نیست که بگیم اینا بی خیال اینا رفتن چون میگم ما خیلی ضد راهب هستیم خود ما چه در زمینه اسلام اسلام از این حرفا نداره زرتشتی هم نداشتن ما پروتستان هم نداریم بنده هم نمیگم بریم راهب شیم آه. ولی میخوام بگم که قسمت های ضعف داشتن ولی قسمت های قویشون هم ما نباید فراموش کنیم و این قسمت و تمام این نهضت که دنیا رو عوض میکنه در بشارت دادن برمیگرده قسمت بزرگیش به انتونی در قرن سفر. بوم. به این مصری مسیحی که میره در صحرا که خودش رو به مسیح تقدیم بکنه و این هم نکته مهمی بود پس اینا نکات برجسته بزار اگر هنوز چند داشته باشیم اواخر همین قرن هم هست یه اتفاق مهم دیگه میفته امپراتوری روم همین که بعدا دایاکلیشن جفای بزرگی هم به وجود میاره امپراتوری روم واسه اولین بار دو تا پای تخت در روم به وجود میاره تو آخر قرن سوم پایتخت روم غربی شهر روم میشه پایتخت تخت روم شرقی قسطنطنیه بعدن میشه و همین جد دو قسمت کردن امپراتوری باعث میشه که کلیسا هم بعدا دو قسمت بشه پس این اتفاق هم جد. شروع آغاز این دو قسمت بودن کلیسا هم برمیگرده به قرن سب. به اواخر قرن, قرن سب. سب. خب به فیض خود هفته آینده ما ما بخش رو خواهیم داشت در مورد آفریقا آفریقا صحبت خواهیم کرد و تاثیر الهی یا ها چطور در الاه... آفریقا رشد پیدا میکنه و بر روی جامعه مسیح دنیای مسیح چه میذاره با ما باشه در این هفته آینده به قسمت دیگه از سفر در تاریخ مسیت نگاه خواهیم